ترکیه رو ببینیم میتونیم پیداش کنیم. 4 تا لوکیشن تو ترکیه هستش که این بی تی ام ها توش نصب شده و وقتی روش کلیک کنیم رو نقشه ترکیه میاد، حالا مثلا این 4 تا بیشترش هم همون حدود استانبول باید باشه، قاعدتا یکیش تو فرودگاهه. من منتظرم که صفحه کامل باز شه. و شما رو هر کدوم از اینا که کلیک بکنید، الان من یک کدومش رو کلیک میکنم، میخوام ببینم که نمیدونم این سمت فرودگاه میشه. حالا اینم به همین صورت اومده توضیح داده و از لیر ترکیه استفاده میکنه و دلار امریکا. و جالب براتون بگم تو عربستان هم یه دونه داره، فکر کنم توی جده هست، سعودی عربیا. بیان سنتر یه فروشگاه مثلا یه مالیه، یه مجتمع تجاریه توی جده که داره هم خرید هم فروش انجام میده و با سعودی عربیا ریال عربستان و دلار این کار رو انجام میده. دیتیل بیشتر هم همیشه، اگر این یه روشی برای نقد کردن و دقت داشته باشین، شما اگر دارین مسافرت تشریف میبرین و میخواین یه عدد بیشتری هم با خودتون ببرین، یه قابلیته که 110 تا لایک هم گرفته، اسکور بالایی هم داره، 10 تا ببخشید، که حالا اسکرول کنم بیاد پایین. اینجا حالا یه دوتا عکس هم ازش گذاشته، یه سری توضیحات میده. اینجا میخوام اون توضیحات رو بشنم. آها، میگه 0 تا 5000 تا هیچ وریفیکیشنی نمیخواد، یعنی خب 5000 تا فکر میکنم بعد نباشه برای مسافرت. 5000 تا 10000 تا یه وریفیکیشن ازتون میخواد و ماکسیموم تا 1 BTC به هر کدوم از مشتریش در روز میتونه بخره و بفروشه. الان مثلا میشه چقدر؟ 30 و مثلا 4-5 هزار دلار. و اگر بیرون از جده هستین میتونید از STC Pay App استفاده کنید برای اینکه مثلا اینا رو قبول بکنه، و بعضا هم برای چیز داره میگه میتونید اینا رو هم بخرید با چیز، یا اینا رو هم بفروشید، دوج کوین و اینا، LTC اینا رو هم، لایت کوین اینا رو هم میگیره. و بعضا هم برای فروششون مثلا بعضیشون میگن ما وریفیکیشنش رو روی سیم کارت کشور خودمون میفرستیم، یا اینکه بعد مثلا این کارت ملی، این کارت ملی اونا رو داشته باشه، یعنی به فقط به شهروندان خودشون بعضا سرویس میدن، یا مثلا به شما اگه کشور دیگه شون رو پاستون هم بهتون سرویس میده. دقت داشته باشید، یه قابلیت میتونید ببینید. و حالا من از این قسمت هم بگذرم، اینم تو لیست کشورها بود. میخوام نزدیکترین خود پرداز به خودم ببینم کجا هست. حالا تو مدل خرید میذارم و میگم فقط بیت کوین رو میخوام. لوکیشن اما من میتونم اینجا تهران بنویسم که برای من میاره. میتونمم یه شهر دیگه ای بذارم، مثلا چی بذارم؟ بگید دیگه، اصفهان. اشتباه نوشتم اسمانو. آی بله، با لهجه نوشتم اصفهان، اصفهان است. خب اسکرول کنیم بیایم پایین. آها، نزدیکترینش بهش تهران هست، همینی که با هم دیدیمه، منامه، دبی، رستاوی، نمیدونم برای کجا میشه، تفلیس. این چقدر هم اونجا زیاده. و حالا توی این
شما هر کدوم دیتیل اینا رو باید بگیرید و میتونید به همین راحتی تو هر شهر. از این احتیاج نیست که من یا مثلا اگر جی پی اس هم روشن شده باشه مای لوکیشن بزنم اجازه بهش بدم میگرده به لوکیشن خود من، یعنی این نقطه ای که من الان قرار دارم نگاه میکنه میگه که نزدیکترینشون تهران رستاویه، رستاوی حالا میزنیم ببینیم و تفلیس همین. و میبینید که مدل های مختلف، یه سری کیوسکی هست و یک سری هم خرید و فروشی که به صورت ATMی و فاصله کیلومتریش هم با ما گفته، دیتیل بیشترش هم میتونم بگیرم. این بابت اینکه شما اگر یه بار از روش ها یک روشی برای از روش های نقد کردن کریپتوهاتون تا یه مبلغ محدودی استفاده از ظرفیت این ATM، 10 تا این ATM داشتین، 10 تا 5000 تا هم بگیرید یه بیت کوین نقد کردین دیگه راحت. خدمتون عرض شود که میتونید ATMتون رو سابمیت بکنید، اپلیکیشن اندروید آی او سی داره و این پروفیتیبیلیتی کلکولیتور برای حالا اینو بازش میکنم. بریم سراغ چارت. اینجا به من نمونه های مختلفی گفته روی مثلا چیزهای نصب شده، بیتیم های نصب شده هست. الان رسیده به 25. من تو اسلاید که نشون دادم عدد کمتر بود، حالا دوباره نگاه میکنیم با هم. این تو میانگین 60 روز گذشتهش رو داره نگاه میکنه و سرعت بیسش هم این 7 روز اخیر هست و خب این حرف بزرگی میزنه با شما که چه اتفاقی داره تو این صنعت میفته. اسکرول کنیم بیایم پایین دیگه، اینجا وضعیت های مختلف اپراتور های مختلف رو به ما نشون میده، نقشه جغرافیایی توزیعش رو نشون میده، سلوبای رو نشون میده و دیگه هزینه های این بی تی ام ها که اینو من بر عهده خودتون میذارم دیگه، فقط نخواهیم منو باز کنیم، من اینا رو فقط به شما نشون بدم، در نتیجه خودتون زحمتش رو میکشین، خیلی راحت هم میتونید به اطلاعات مورد نظرتون دست پیدا کنید. اینجا هم اون ماشین حسابی که خدمتون عرض کردم بابت اینکه حالا ببینید چه سودی میتونید از این سرمایه گذاری به دست بیارین اگر یه موقع خواستین شما به چیز برسین، به تولید این، یا اینکه به قولی چی میگن سرمایه گذاری بکنین تو این حوزه، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، یه ظرفیت خوبیه. و از نظر تئوریکالی برای محاسبه چیزم که توضیحاتش اینجا براتون داده که خیلی چیز سختی نیست و میشه مطالعه کرد و در خصوص حالا قیمت دستگاه های مختلف و بازگشت سرمایه‌تون کلی، یا حتی در مورد ریسک بازگشت، ریسک آف رانینگ بیت کوین ای تی ام بیزینس، چون قطعا شما توی طرح کسب و کار که می‌نویسین یه قسمت مهم مهم مهمش این ریسکاشه که حالا میتونید از تجربه بقیه استفاده کنید، کلی اطلاعات خوب و حرفه‌ای دیگه. این تیکش برای اوناست که میخوان دیپ بشن توی این بیزینسه که حالا یه چند تا از دوستان که دیدم آمار ارقام دادن فکر می‌کنم که مربوط به کسب و کارشون هم باشد. خب این آدرس من برای شما یادداشت کردم توی چیز، میتونید ازش استفاده کنید. من برگردم به سایت به کار خودمون. نزدیکترین رو دیدیم، اکثر موارد توی امریکا هست، خودپرداز بیت کوین در تهران داریم، کشورهای همسایه ترکیه و ارمنستان هم که میدین تعداد زیادی داریم. نحوه نقد کردن هم مثل کار کردن با دستگاه خودپردازه، میتونید ویدیوهای مربوط به هر کدوم از این دستگاه هم تو اون سایت بود، هم میتونید از توی یوتیوب نگاه کنید. نیاز به یک کیف پول داره که رو دیوایس پورتابلتون باشه، رو تبلتتون باشه، رو موبایلتون که بگیرید اون جلو QRش رو بخونه و تمام. محدودیت ارائه پول نقدش که دیدیم، KYC برای بعضی کشورها مورد نیاز، سیم کارت تلفن همراه که حالا این بر اساسی که من یک دور کامل توی اینا زدم خدمتتون عرض کردم. خب ما 3-4 صفحه دیگه داریم و فکر میکنم بتونیم تا پایان کلاس با هم بله میتونیم قشنگ تموم کنیم. خب من این صفحه تأمین مالی رو یه ذره اینجا بیارم. از دوستان کسی هست که بتونه یه تعریف خوبی از تأمین مالی کنه؟ خانم جیواد